واکنش ایران به متهم شدن به ارسال موشک به حوثی‌های یمن. ظریف کنفرانس خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل را نمایشی خواند. تصویب طرح افزایش نظارت بر فروش هواپیما به ایران. مجلس نمایندگان آمریکا می‌خواهد شرکت‌های خریدار زیر نظر باشند. نتیجه 5 سال تحقیق درباره کودک آزاری در استرالیا. 10,000 کودک در جاهایی مثل مدرسه و کلیسا آزار جنسی شدند. و اولین بیمارستان مخصوص شترها در جهان، حیواناتی که در حاشیه خلیج فارس محبوب و درآمدزا هستند. ایران کنفرانس خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل را نمایشی توصیف کرده. وزیر خارجه ایران آن را مشابه وقایع 14 سال پیش دانست، وقتی آمریکا حکومت صدام حسین را به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد، اتهاماتی که بعداً معلوم شد بی‌پایه بوده. اشاره محمد جواد ظریف به اتهامات دیروز نماینده آمریکاست. نیکی هیلی کنار بقایای آنچه به نظر یک موشک بود گفت این موشک ساخت ایران است و به حوثی‌ها در یمن داده شده بود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز در پایگاه نظامی در نزدیکی واشنگتن در کنار قطعاتی از بقایای تسلیحاتی که میگوید ساخت ایران است و علیه عربستان از آن استفاده شده، از جمله قطعات یک موشک که میگوید حوثی ها در یمن تقریبا 40 روز پیش به طرف ریاض شلیک کردند. What is most revealing about this missile is what's not here. آنچه که در مورد این موشک چشمگیر است نبود بالک های نوسانگیر است که موشک ها معمولا دارند. موشک قیام ایران تنها موشک بالستیک با برد کوتاه است که بالک ندارد. از آن گذشته این موشک بر بدنش دریچه‌هایی دارد که اساساً اثر انگشت ایران است. در قطعات باقی مانده از این موشک لوگوی مجتمع صنایع شهید باقری را می شود دید که سازنده این موشک ها در ایران است. او گفت این شواهد نشانه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران است و از جمله قطعنامه 2231. که چارچوب توافق هسته‌ای را تعیین کرد و هر نوع انتقال تسلیحات از ایران به خارج را بدون اجازه سازمان ملل ممنوع کرد. سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل را بلافاصله ایران رد کرد. وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری نوشت ما این نمایش‌ها را قبلا هم دیدیم و می‌دانیم چه نتایجی به بار آوردند. اشاره‌ای به سخنان 14 سال پیش وزیر خارجه وقت آمریکا قبل از لشکرکشی غرب به عراق در شورای امنیت که گفت صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی دارد. این لحظه شلیک موشک تقریبا 40 روز پیش در فیلمی که حوثی‌ها بر روی اینترنت گذاشتند. شلیکی که ایران هر نوع نقشی در آن را تکذیب می‌کند. موشکی که کلاهک آن در نزدیکی فرودگاه ریاض پایین آمد. اگرچه بدنه آن از طرف دفاع موشکی عربستان در هوا تخریب شد. حوثی ها که از طرف ایران حمایت می شوند بارها در یک سال گذشته با موشک به کشورهای همسایه و کشتی هایی که در دریای سرخ رفت آمد دارند حمله کردند و موشکی که ماه گذشته شلیک کردند بعد از طی مسافتی دست کم 500 کیلومتری در نزدیکی فرودگاه بین المللی ریاض پایین آمد. در شمال این شهر حمله ای به یک مرکز غیر نظامی و مهم. در 29 مرداد 1389 از موشکی رونمایی شد که محصول تجربه 25 سالی صنایع موشکی و این فیلم تبلیغاتی سپاه پاسداران ایران در مورد موشک قیام. ایده اولیه تولید این موشک با برد 800 کیلومتر و با هدف تحقیق متقابل پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خاورمیانه، موشکی بدون بالک که حالا آمریکا میگوید ایران آن را در اختیار حوثی‌ها در یمن قرار داده است. اگرچه مقام‌های آمریکایی و تحقیقگران سازمان ملل نمی‌دانند کی و چگونه ایران این موشک‌ها را ممکن است به حوثی‌ها داده باشد. آمریکا امیدوار است این شواهد همپیمانانش را متقاعد کند که ایران به توافق هسته‌ای و تعهدات بین‌المللی‌اش در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل عمل نکرده است. ولی سخنان خانم هیلی خیلی‌ها را متقاعد نکرد. کسری نجی بی بی سی.
کنگره آمریکا می‌خواهد نظارت بیشتری بر نحوه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران اعمال کند. به همین دلیل مجلس نمایندگان دیروز طرحی را تصویب کرد که وزارت دارایی را موظف می‌کند جزئیات فروش هواپیماهای مسافربری آمریکا به ایران را گزارش کند. این طرح باید به تصویب سنا و بعد هم رئیس جمهوری برسد. خبرنگار بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، اول برای راجع به این طرح برامون بیشتر بگو از جزئیاتش. وزارت دارایی موظف میکنه هر 6 ماه گزارش بده که اولا چگونه منابع مالی خرید این هواپیما ها تامین شده. میدونیم ممکن است که بانک هایی بیان وام بدن یا اینکه قسط بندی صورت بگیره. انواع اقسام راههایی وجود داره برای یه طرف ایرانی و شرکت های هوایی ایران که از بوئینگ که شرکت آمریکایی است و همچنین ایرباس بیان هواپیما بخرن. میخواد بدونه که این منابع مالی چگونه تامین شده و بعدم اینکه گزارش بده که این هواپیما وقتی که ایران خریده ازش چه استفاده شده. میدونیم یکی از اتهاماتی که مخصوصا مخالفان برجام اینجا در آمریکا مکرر تکرار میکنن این است که میگن به این هواپیماهای مسافربری در مواردی دیده شده که مثلا سلاح به سوریه بردن تحت عنوان پرواز معمولی مسافربری، ولی عملا تو هواپیما پر از سلاح بوده و میخوان که وزارت دارایی توضیح بده که این هواپیماهایی که جدیداً خریده میشه یا این استفاده ازش صورت میگیره یا نه، و بعدم فراتر از اون توضیح بدن که اساساً طرف ایرانی تونسته به صورت کلی البته نوشتن با استفاده از این هواپیما به تروریسم کمک بکنه یا نه. این گزارشی است که قرار است این طرح اگر تصویب بشه و قانون بشه وزارت دارایی رو مجبور بکنه که هر 6 ماه به مجلس نمایندگان، مجلس سنا، به کنگره آمریکا در کل بده، ولی خودش به تنهایی طرح متوقف نمیکنه فروش هواپیماها رو. منتقدین میگن که اما راه رو باز میکنه برای اینکه در دادگاهها اونایی که شکایت کردن از دولت ایران تحت عنوان حمایت از تروریسم بگن که خب مثلا اون بانک اروپایی که کمک کرده برای خرید این هواپیما به ایران یا حتی خود شرکت بوئینگ اگر قسط بندی کرده این داره کمک میکنه به تروریسم و از این طریق بتونن پولهایی رو بگیرن و دعاوی رو طرح بکنن که اون وقت در طولانی مدت این یا هم حتی در کوتاه مدت برای بوئینگ به خصوص شرکت آمریکایی فروش این هواپیماها رو ضررش و خطر و ریسکش رو بالاتر از سود احتمالیش میکنه و ممکن است که باعث بشه اونا تصمیم بگیرن اساسا این هواپیما رو نفروشن. از این جهت بوده که مخصوصا مخالفان در مجلس نمایندگان دیروز، نمایندگان دموکراتی که رأی دادن 157 نفر رأی مخالف دادن، تعدادشون تاکید داشتن که این میتونه نقض برجام باشه و تعهدات آمریکا رو زیر پا بگذاره در چارچوب برجام و نباید تصویب بشه. ولی به هر حال اونایی که دفاع میکردن میگفتن نه، ما مستقیما فروش این هواپیما رو ممنوع نکردیم، ما فقط داریم به وزارت دارایی میگیم که به ما گزارش بده که از این هواپیما چه استفاده هایی داره میشه. چقدر این طرح شانس موفقیت داره و اینکه به قانون تبدیل بشه نهایتا؟ پیچیدگی های آیین نامه ای مجلس سنای آمریکا که تصویب کردن آنچه که در مجلس نمایندگان به راحتی رأی میاره باعث میشه که خیلی از طرحهایی که در مجلس نمایندگان به تصویب میرسه در نهایت حتی در مجلس سنا طرح هم نشه، صرف نظر از اینکه اصلا رأی بیاره یا نه. برای همین معمولا واکنش ها متناسب نیست با اون چیزی که در نهایت تصویب میشه، برای اینکه خیلی ها ممکنه فکر کنن که خب پس اگه مجلس نمایندگان با بیش از 250 رأی یه چیزی رو تصویب کرده در آستانه قانون شدن، در واقعیت اصلا اینطور نیست. به خاطر اینکه مجلس سنا اولا به اصطلاح تقویم کاریش بسیار متفاوته، اون چیزهایی که براشون اولویت هست بسیار متفاوت هست از اون چیزی که در مجلس نمایندگانه. به خاطر اینکه هر یک از این طرحهایی که در مجلس نمایندگان ممکنه چند هفته طول بکشه که تصویب بشه، وقتی به مجلس سنا میرسه ممکنه چند ماه طول بکشه که تصویب بشه. برای همین اصلا نمیشه قضاوت کرد که در چه بازه زمانی اساسا در مجلس سنا مطرح خواهد شد و اگر بشه اساسا رأی میاره یا نه، به خصوص که در مجلس سنا بسیار از این قوانین به بیشتر از 51 رأی نیاز داره، ممکنه به 60 رأی از 100 رأی نیاز داشته باشه که به این معنی است که بسیار از دموکرات‌ها باید بپیوندن به جمهوری‌خواه که خیلی قابل تصور هست که بسیارشون نپیوندن، از جمله که تعداد زیادی از دموکرات‌ها هم در مجلس نمایندگان نگفتن. برای همین بسیار از این طرح‌ها به خصوص در مورد فروش هواپیما در ایران در مجلس نمایندگان در گذشته تصویب شده و در نهایت به فراموشی سپرده شده به خاطر اینکه در مجلس سنا نه طرح شده و نه تصویب. متشکرم ازت بهمن کلباسی در نیویورک. در چند خبر کوتاه، دیکشنری آکسفورد واژه یوت کویک را به عنوان لغت سال برگزیده. تلفیقی از دو لغت لرزه و جوانان که به معنای تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی است که از خیزش، فعالیت‌ها و نفوذ جوانان به وجود می‌آید.
این واژه اولین بار در دهه 60 میلادی استفاده شد در اوج تحولات اجتماعی آن زمان. دلیل انتخاب یوت کویک افزایش استفاده از آن در دو سال اخیر است، به ویژه در ارتباط با بسیج شدن جوانان در انتخابات کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه و نیوزیلند. تانزانیا تعداد موشهایش را دو برابر می کند، اما اینها موشهای معمولی نیستند. این جوندگان آموزش داده شدند تا خیلی سریع وجود باکتری سل را تشخیص دهند، تا آنجا که در عرض 20 دقیقه صدها نمونه از تراوشات انسان را رصد می کنند، کاری که برای یک تکنسین در آزمایشگاه 4 روز طول می کشد. سل یکی از کشنده ترین بیماری های مصری است، اما قابل پیشگیری و درمان است. و دانشمندان میگویند شی یا سیارکی که وجودش 2 ماه پیش تشخیص داده شده بود به احتمال زیاد یک سفینه نیست. مسیر حرکت این سیارک به این حدس و گمانها دامن زده بود که از بیرون از منظومه شمسی وارد این سیستم شده. شکل آن هم شبیه سیارک ها نیست. حدود 400 متر طولش است و با عرض فقط 40 متر. محققان پروژه که وظیفه‌اش جستجو برای زندگی فرازمینی است میگویند هنوز نشانه یا علامت غیر طبیعی از آن مشاهده نکردند. در صخره‌های کف اقیانوس آرام، در آب‌های مجمع الجزایر پاپواگینه نو، ذخایر غنی طلا و مس وجود دارد که ارزش آن میلیاردها دلار تخمین زده شده. دانشمندان هشدار دادند که تلاش برای معدنکاری در بستر اقیانوس آسیب زیادی به زندگی آبزی‌ها می‌زند. به رغم آن، آمادگی‌ها برای این معدنکاری جریان دارد. گزارش دیوید شکمن رو ببینیم. در آب‌های استوایی پاپواگینه نو، پروژه جنجال برانگیزی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند تأثیر بزرگی بر اقیانوس‌ها داشته باشد. این ماشین عظیم خاکبرداری مراحل نهایی آزمایش را می‌گذراند. ظاهرش چیزی بین ماشین آلات نظامی و اختراعات تخیلی است. دندانه‌های چرخان فولادی آن برای شکافتن صخره‌های کف اقیانوس طراحی شده. قرار است از آن در استخراج معدن از کف دریا استفاده کنند. این اولین باره که از چیزی مثل این ماشین استفاده میشه. قراره که این ماشین عظیم رو بیش از 1.5 کیلومتر بفرستن زیر آب تا کف دریا رو بکنه و مواد معدنی با ارزش رو بفرسته بالا. و چون این کار تازه‌ایه، هیچ کس نمیدونه که پیامداش چه خواهد بود. شرکت صاحب این معدن آن را روشی مقرون به صرفه و تمیز و مرتب برای استخراج معادن غنی طلا و مس توصیف می کند که کمتر از کار در روی زمین اختلال ایجاد می کند. از نظر زیست محیطی این روش به مراتب بهتری برای استخراج مواد مورد نیاز کره زمین از زیر خاکه. برای کار در آب‌های دریاها نیازی به جنگل زدایی، جابجایی مردم و یا دور ریختن زباله ناشی از کارتون نیست. اما همه اینطور فکر نمی کنند. هزاران نفر در گینه اینو از راه ماهیگیری امرار معاش می کنند و عده‌ای نگرانند که این گونه طرح‌ها به ذخایر مهم ماهی تون لطمه وارد خواهد کرد. برنامه توسعه سازمان ملل می خواهد که این پروژه متوقف شود. 1/6 تولید ماهی تون جهان از اقیانوس آرام و به خصوص این کشور تامین میشه. زندگی خیلی ها در اینجا متکی به ماهیگیریه. این طرح بالقوه میتونه زندگی اونا رو نابود کنه. برای گینه نو ایجاد تعادل کار مشکلی است. در اینجا میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. این یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. اما استخراج معدن در خشکی غالبا نتوانسته کمکی به حل مشکل فقر بکند. گینه نو به عنوان یک کشور در حال رشد احتیاج به پیدا کردن راه‌های جدید برای افزایش درآمدش داره و ممکنه که استخراج معدن زیر دریا جواب این نیاز باشه. اگر این کار موفقیت آمیز باشه، که هنوز معلوم نیست اینطور باشه، ده‌ها پروژه مشابه در سراسر جهان به احتمال زیاد این راه رو دنبال خواهند کرد. بنابراین نتیجه این طرح میتونه تعیین کننده سرنوشتی باشه که در انتظار بستر اقیانوس هاست. دیوید شوکمن، بی بی سی نیوز، این پاپوا نیوگینی. یک کلینیک بسیار مجهز در دبی دایر شده که در نوع خودش در جهان بی‌نظیر است. بیماران این کلینیک فقط شترها هستند، حیوانی که بخش مهمی از میراث کشورهای عرب خلیج فارس هستند و در حراجی‌های امارات میلیون‌ها دلار خرید و فروش می‌شوند. گزارش تیم آلمن را ببینیم. در این سرزمین‌ها مسابقه شتر هم پولساز است و هم ورزشی بسیار محبوب. برای همین هم نگهداری از این ورزشکاران کاری مهم و ضروری است.
و این بیمارستان مخصوص شتر در دبی کارش فقط مراقبت از شترهاست و بس. این اولین بیمارستان شتر در جهانه، چون هیچ بیمارستان دیگه‌ای در مداوای شتر تخصص نداره. ما باید از شترها به عنوان بخشی از میراثمون مراقبت کنیم، نه اینکه فقط پرورششون بدیم و در مسابقات شرکتشون بدیم، بلکه از نظر پزشکی هم باید بتونیم با پیشرفته ترین تکنولوژی مداواشون کنیم. به راه انداختن بیمارستان نزدیک به 11 میلیون دلار خرج داشت و حالا کارش را شروع کرده و میتواند 20 شتر را همزمان درمان کند. البته وقتی بیمار نزدیک به 1000 کیلوگرم وزن داشته باشد، جابجا کردنش شاید گاهی مشکل ساز بشود. اما برنامه‌های بزرگی برای آینده این بیمارستان در نظر گرفته شده. مثلا می‌خواهند دستگاه MIR و CT اسکن برای آن تدارک ببینند. اینجا فقط کارش درمان نخواهد بود. قصد داریم در آینده پروژه‌های تحقیقاتی داشته باشیم. تحقیقات درباره شتر تا بتونیم به اسرار این حیوان صحرایی پی ببریم. اگر همه چیز خوب پیش برود، مدت ماندن شترها در بیمارستان کوتاه خواهد بود. آنها خیلی زود سالم و سرپا به زندگی عادیشان باز می‌گردند. تیم اولمن، BBC نیوز. متشکریم که در این عصر جمعه با BBC فارسی هستید.